مثل فراماسون ریست که ریشه شو حالا گفتم بهتون، برای اینکه تو میتونی کنترل بشی، جهان رو دست آدمای کنترل شده بدن. کنترل که میتونی بشی، یه جا میگن این حرف نباید بگی، اون حرف نباید بگی، نه. ولی ما چون میتراگرا هستیم، اوستاگرا هستیم، زرتشتی هستیم، پیام خرد رو تو باید پخش کنی، از هیچ چم نباید بترسی. اگر خودت هم عضو تیم تانک های جهان هستی، باز بایستی در همه جا پیام ارشاد و خرد ورزی و خرد بندی رو دنبال کنی و بری. برای همین سیاوش اوستا چون طی 50 سال، 50 سال شد که من دارم تلاش میکنم، قلم دستم گرفتم مینویسم، 50 سال شد، همیشه هم ایران مد نظرم بوده. اگه کار خوبم اون حزب روبرون میکرد، ایران نوین بود، ما در محدوده حزب هم نبودم، متوجه میشین؟ بعدن هم در وقتی که انقلاب شد، از پیش از انقلاب ما گفتیم با این روحانیت نمیشه کار کرد، کتاب ولایت فقیه رو من دارم، کمیته اومده خونه من مصادره کرده کتاب ولایت فقیه خمینی رو واکنین، میبینید که دو سال قبل از انقلاب من پاورقیای نوشتم که بابا دیکتاتور این بابا سیزه. حالا هم در طی سالها چون من همه رو نقد کردم، تقریبا کسی نمونده، یعنی هر کی اشتباه کرده نقد کردم. چرا؟ چون خودم از نقد خوشم میاد. شما وقتی من نقد میکنید، اگه فوش خارمادری که من فوش خارمادر میدم بهتون، میزنم تو دهنتون، میگم چهار تا میگم بزنتون. ولی اگه کسی به من نقد میکنه، نقد میگه سیاوش اوستا این اینت چپه شده بود، اونت راسته شده بود، اون حرف اونجا زدی، من تحریم کنم ببینم طرف درست میگه، ازش سپاسگزارم. جان انسانهایی رو در ایران نجات دادم، جان انسانهایی رو. من آیت الله منتظری رو، من بودم با مصاحبه‌ای که باش کردم توسط مهر پسرش، از پسرش بسیار سپاسگزارم که من ایشون در حصار بود، در کنتاکت گذاشت، فعالش کردم منتظری رو، سوالی که ازش کردم، روزنامه نیمروز صفحه اولش چاپ کرد، اینا همه اسناد تاریخی موجوده که گفت تغییر اسم اشکال نداره، تغییر دین اشکال نداره، گفت دین منتظری. خب این با تماس بود، با پیوند بود. یا مثلا وقتی می‌خواستن آدمای مثل آقا جریر رو بکشن، یوسفی اشکیوری رو می‌خواستن بکشن، من با اینها تماس علنی تو اینجا پای تلویزیون همین گفتم آقا بر اساس این فتوا شو شما اجازه ندید اینا رو بکشین، اینجا حکم بایستی توسط خدا اعمال بشه، توسط خدا تو دنیا، فقه خودتون میگه، چون من متخصصم. جون آدما رو نجات دادیم و خیلی آدما رو از منجلاب حزب اللهی و سرکوب و کشیدیم بیرون که الان دارن مبارزه میکنن، افتخار میکنن به کارا. از اون طرف اگر دوستان، یاران، رفیقان، نزدیک ما اشتباهی کردن، شورای ملی مقاومت اگر اشتباهی کرد، من اشتباهشو گفتم، ضدیت با ایشون نداشتیم. شاهزاده رضا پهلوی اگه اشتباه کرد، من بهشون گفتم، ضدیت باش نداشتیم. امروز توضیح میدم بهتون، گوش کنید. شهبانو عزیزم فرعی شورای ملی مقاومت نشریه در میورد در پاریس، و اون موقع من خب مثلا نشریه در میوردم، مطالب منو صفحه اول هر از چند شما سه ماه دو ماه یه بار نشریه مو در میومد، اون هفته ای بار تیتر میزدن، مطالب منو نقل میکردن و میکنن. شاهزاده رضا پهلوی عزیزم وقتی که شاهزاده علی رضا پهلوی رو کشتن، ایشون یک اعلامیه داد، اعلامیه که داد گفت خیلی تو ایران روانی شدن، بعدا منم روانی بود، خودکشی کرد. من فوری اعتراض کردم، گفتم اول شما فاصلت دور بود با برادرت، از کجا فهمیدی خودکشی کرد؟ به تلفن کرد خبر داد، چرا جلوگیری نکردی؟ از طرفی تو چطور می نظر میدی میگی که همه روانی هم؟ حتی در مورد برادرت هم نمیتونی بگی روانیه، چون چند ماه بود ندیده بود اینو. انسان هر روز قابل تغییره. من اگر تا امروز مشروب میخوردم، امکان داره همه امروز بذارم کنار، سیگار اگه میکشیدم امکان داره همه امروز بذارم کنار. تو وقتی بیخبر بودی، ماها قریب یک سال برادرت ندیده بودی، کجا میدونستی که این اون این؟ فوری شاهزاده رضا پهلوی طفلی این اعلامیه رو گذاشته بودن رو صفحهش، حالا یا گذاشته بودن خودش ننوشته بود یا زود برداشتش، الان دیگه وجود نداره. یعنی جریان که ایشون بگه برادر من خودکشی که 30 میلیون ایرانی دیوانن روانین، خب ما نقد کردیم، ولی اگر نقدی کردیم شاهزاده رضا پهلوی رو دفنش که نکردیم که. شهبانوی عزیزم در نخستین آیین بزرگداشت پرنسس لیلا پهلوی مشکی پوشیدن اومدن، من گفتم شهبانو، لیلا خودش به سپید پوشی معتقد بود، به شما هم گفته بود اندیشه آریایی اوستایی رو داشت، سالنامه آریایی تو جیبش بود و افتخار میکرد به فرهنگ و تمدن آریایی خودش. سفید بپوشید برای این، سفید بپوشید وقتی میان سر خاک لیلا. شهبانوی عزیزم پذیرفت، نگاه کنید بعد از اون که سفید پوشید، همین پریروزا در رابطه با نوروز ایشون اعلامی داد، گفت
نوروز هزاران ساله، نوروز هزاران ساله اصلا اسمی از 1400 نبرد، ولی اون کسی که اعلامیشون رو میذاره روی صفحه او بالا نشته بود که نوروز 1400 حرف شهبانو عزیزم نبود. 12-13 روز بعد که پریروز 13 به در بود دوباره شهبانو گره زد سبزه رو، و بعد همون طرفی که مسئول این صفحه است نوشت 13 به در 1400 شهبانو. این دو ساعت روی صفحه بود روی اینستاگرام و تلگرام اینا. شهبانو سری خودش دستور داد عوض کنن و تاریخ شانشهی رو گذاشت. خب اینا هست، خیلی میان میان آقا ما خودم باش رو کار کنیم، کار میکنن مامورن اطراف تمام هنرمندان یک مقطع اینا اومدن از داخل ایران براشون صفحه واکنن. tiktikmusic.com tiktikmusic اسم یارو بون من در جریانم بودم، با خود من تماس میگرفتن که اطلاعات بگیرن. میگفت آقا ما یه دانشجو هستیم، من گفتم ارواح احمد. اینا میخواستن سایت های اینترنتی همه هنرمندا زیر نظر روزی دست خودشون باشه. خیلی کار دیگه اینا کردن، برای همینه که کسی امکان داره مسئولیت داشته باشن ولی هیچ کارن. اصل کاری خود شاهزاده است، اصل کاری خود شهبانو فرح. و بعدم شهبانو فرح فقط یک نفر داره، یک نفر قابل اعتمادشه که شما از کانال این فرد میتونید صحت و سقم یک مسئله. تازه بعضی وقتا امکان داره زیر پای همیشون پوست خربزه بذارن، یه هست و بعضی وقتا پیش اومده همه میذارن وقتی. حالا ولی مطمئن ترین فرد و معتمد ترین فرد و کسی که میشه بهش اعتماد کرد که نزدیک به شهبانو و مسئولیت داره در تشکیلات و دفتر و خانواده شهبانو، دوست عزیز من آقای کامبیز آتابای هست. کامبیز آتابای وفادارترین فرد به شهبانو بوده و هست، خدمتکارترین فرد بوده و هست و تحت فرمان شهبانو هست. ایشون هیچ کس دیگه نیست. خود شاهزاده رضا بارها اعلام کرده که چی؟ اعلام کرده که من نه نماینده دارم نه سخنرانی بودم، چون هر کی آوردن بغلیشون دیدیم زرد در اومد. حالا من یه نکته دیگه میخوام به بچه های خودمون بگم در جهان آریایی، چون همونطور که عرض کردم میدونید ما همه با هم هستیم چون ایرانی هستیم. ما فقط دشمن تازیان حاکم بر میهن هستیم، اگر نه برای ما ایرانی شناسنامه ایرانی که داشته باشه قابل احترام و ارزش هستش، میخواد جنگ رفته باشه، میخواد چه باشه، میخواد چپ باشه راست باشه، ایرانی بایستی باشه، تازی پرست نباشه. تازی پرست که نبود قضیهش حل. حالا توی اینم خیلی هستن اختلافات فکری دارن او با اون مخالف، ولی من مخلص همون هستم که برای ایران دارن تلاش و نبرد و مبارزه میکنن. اینجا میخوام امروز یه خبر مهمی بهتون بدم، اونم علتش اینه که تا حالا خب من البته من اینو من میدونستم بارها هم گفته بودم، شاهزاده رضا بعد از استعفای شاهزاده رضا پهلوی از ولایت شهبانو الله شهریاری در ایران نمیمیره، شهریاری است که تداوم فرمان روایی در ایران آریایی خواهد بود، در این شک نکنید. ما پیروز فرح پهلوی شهبانوی عزیز من، سیدی که فکر میکنید عربه نیست، ساداتی که شما فکر میکنید عربه نیست، بارها من اینو گفتم امروز واضح میگم، سیدی دو جور بوده تو ایران. یکی که اینا مثل داعش زنای ما رو میگرفتن توی بین خودشون آخونداشون همین فقهاشون تقسیم میکردن 50-60-100 هر چی دختر زن بود اینا میبردن تو کابین خودشون، حرم سرا که میگن اونجا میبردن، هر شب با یکی از اینا میرفتن میخوابیدن و فلان اینا، بعد بچه اینا رو میگذاشتن سید. بعد اگه حسن حسین تقی نقی محمد عبدالله بیرون میخواست ازدواجم بکنه میمد از این شیخ محله و این موقع میگردن فقیه مجتهد حاکم شرع تازی در فلان شهر و دویم میگه صابر که آقا صابر ما یک زن میخوایم لطفا، او در ما میکرد میگفت فرم اینا از اینه که ایوری بودن ایوری زن بهش میداد، بعد میگفت این خانم انکه تو و زاوش تو فلان اینا، میگفت این خانم من باش خوابیدم من باش جفت شدم اینا، ولی الان میدمش به تو مبلغ المعلوم یا مدت المعلوم یا لا معلوم. خود وقتی که ما سالاس میگم تازی نخونین توهین همینه، یعنی میداد میگه آقا ما بخوابیدیم این زن بوده، مثل که بعضی از جاها رسم بود که شب اول میگفت این داماده نمیتونه کار بکنه عروسی میدادن به خان، خان شب اول کارشو میکرد میداد به یارو مادجی میشین، اینا هم تازی این کار با ما میکردن. خب این ها که بچه اینا که به دنیا میمدن که تازی ها اینا رو بایشون با ماتر و مادرشون خوابیده بودن اینا رو شون گذاشتن سید، هیچ ربطی به محمد و بچه های محمد اینا عرب بودن فقط. این یک نوع سیده که اینها چون بیشترم با تجاوز نطفه بسته شده از نظر طبی پزشکی بپرسید،
با تجاوز دیگه، خود نمیخواسته، مثل داعش که خیلی تجاوز کرد، این با زور گرفته با خانم خوابیده، اون بچه نطفه‌ای که بسته میشه، اون نطفه نطفه متشنجزایی است، با تشنج هست، چون با تشنج هست از نظر روانی، از نظر عصبی داره میگه آه سیده کفری شد، سیده فرانج، اونه که عصبانه میشن اینجوریه. ولی شما نوع دوم از سید هم داشتید و دارید. اون نوع دوم کسانی هستن که پولدار بودن، ثروتمند بودن، زرتشتی ها بودن، اوستایی ها بودن، اینا رفتن پیش آخوندی محله، گفتن آقا سلام علیکم، گفت آقا ما باغ داریم، پول داریم، فلان داریم، این سیادت رو بخواییم بخریم، چند قیمتش؟ گفت $10,000. حالا موقعی که دلار بود، من گفتم دلار که تو بهتر بفهمی، $20,000 میداد سیادت رو میخرید. مثل اینکه مثلا من میخوام به شما عرض کنم، خیلی ها رو گرفتن کشتن اوایل انقلاب از هنرمندا، میگفتن آقا تو اگه میخوای زنده بمونی باید 5 میلیون تومان تا حالا مالیاتت توی سال ندی بدی، یا رو اگه پولش میداد زنده میموند. اینو مثلا استاد اکبر گلپایگانی که درود دارم بهشون، استاد اکبر گلپایگانی براش پول که مسئله نبود، چند بار ایشونو خواستن به بانای مختلفی بکشن، از جمله بار گفتن آقا تو اصلا مالیات ندیدی توی سال اینقدر پول در آوردی، خب مالیات من چقدر میشه؟ یک ماده هم از ماده 43 نمیدونم چی فلان، گفت بودن اینقدر میشه، گفت بیا داد بهش، خب 70,000 تومان اون موقع بس داد. یا یه بار ایشون با ما اومدن اروپا، من یه بزرگداشتی برایشون گذاشتم در آمریکا و اروپا و همه جا برنامه انجام داد، پولی هم بنده خدا به جیب نزد، یعنی استقبال شد ولی خو هزینه و اینا چیزی پولی با گلبا با خودش نبرد. وقتی برمیگرد ایران میگیرنش، میگن که آقا شما رفتی پول ساختی خارج، اینجا بود مالیات چی به ما بدی؟ تو مقیم ایرانی. میگم پولی نساختم. میگه نه ساختم. میگه چقدر ساختم؟ میگم مثلا فلان قد دلار. میبینه که نمیتونه با اینو بحث کنه که میگه خیلی خوب مالیاتش چقدر میشه آمد بدم؟ میگن اینقدر دلار، اینقدر تومان. میگه چشم، میده پول. چرا؟ چون جون خود چرس کنه دیگه، از درد سر بر. حالا خیلی از زرتشتی میرن پیش فقیه شهر، میگن آقا ما سیادت رو میخواییم بخریم. میخره بعد میصرفه براش. چرا میصرفه؟ چون اولا 20% زندگیش باید بده خمس، یعنی 1/5 و میشه 20%. تو هرچی در میاره 20% جاده دیوانه، اون نمیده. از اون طرف 20% میگیری سید میشی. حالا خانواده شهبانو مثل خیلی خانواده های دیگه، اینا سید نبودن. شهبانو ایشون از نوادگان قطب الدین، سید قطب الدین لاهیجی یا لاهیجانی یا گیلانی است. سید قطب الدین کی بوده؟ قطب الدین گیلانی یا لاهیجی کی بوده؟ ایشون یکی از رهبران بزرگ دراویش ایران، دراویش ایران. بهتون گفتم همه عدم اوستایی زرتشتی بودن. این صوفی ها که سبیل جون میذارن به جای مسجد میرن توی معبد درست میخوان، خانقاه، خانقاه، یعنی خانگاه، گاه درست میکردن. این معبد های آریایی میترایی بود اینا. یا مثلا اونی که میگن علی الله، یعنی محمد کاری نبود بابا، خب یه نوع نبرده. میگن علی اشهدن علی ولی الله، محمد و رسول الله. پس چی بود؟ این اینو مبارزه ایرانی بوده با تازیان و تفکر تازیان. شهبانو و اونه و قطب الدین یک رهبر آریایی اوستایی بوده، اوستا مثل علامه طباطبایی. بعد ببینید علامه طباطبایی، من با ایشون صحبت زیاد کردم، علامه میگه کیش من مهره، اینی که شهرام ناظری خونده کیش مهر مال طباطبایی است، علامه طباطبایی کیشش مهر بود، به من گفت مثل حافظ، ثابت کردم کتابش رو بخونید. حالا شهبانو پدرش سهراب دیباست، مادرش قطبیه، قطبی و دیبا، اینا هر دوتا از خانواده طباطبایی ها هستن، خاندانن اینها. اینا همون تریبو، قبیله، خاندانی که تو ایران بوده، تو ایران بوده. طباطبایی ها کی بودن؟ دیبا رو عرب ها واژه پارسیست میگن دیباج، پارچه ابریشم، اصلا ابریشم، ابریشم کار بودن. ابریشم کاری مال ایرانه، ابریشم کاری که مال عربا نیست که، ابریشم چه میدونن چیه. دیبا که عرب ها بهش میگن دیباج، ابریشم کاریست، ابریشم کارم ایرانی بودن. بعد ولی اینا برای که چیز میشه میگن آقا این دیبا و طباطبایی اینا وصل میشن به امام حسن، اونم امام حسن مصنع، یعنی پسر امام حسن، یکی از زناش دختر عموشه، یعنی دختر امام حسینه، با او عروسی میکنه، چون امام حسینم
از بین برده ها و کنیزا و اینایی که تو خونش داشت، ایرانی هم فراموش بود چون جزء مهاجمین به ایران بودیشون، به در جنگ تبرستان شرکت میکنه، کلی غنیمت جنگی گیرش میاد، کلی هم دختر ایرانی میرن تو خونش. حالا یکی میگن شهربانو، نه زیاد تو خونش زن ایرانی هم داشته، از یکی از زن ایرانیش حسن مصنع با او عروسی میکنه، او تبار میشه ایرانی. اینا اینجوری میگن، بعدم میگن اینا تبا تبا یا و دیبا، او جد 33مشون میخوره به حسن المصنع، یعنی ایرانیه، مثلا میخوام میگن ایرانی، ولی اینا ایرانی هن. اینا مثل خیلی از سیدهای دیگه هارون‌زاده نیستن. شما یادتون نره سید هستی تو ایران میتونی بمونی زندگی کنی با افتخار، اسم سیدی رو بردیری بگی ما از سیده هستیم که سیادت نیاکان ما خریده. بعد ما شجره نامشناسیم، ما شجره رو داریم، ما شجره همه رو داریم. شجره قطب الدین رو بنده دارم، شعبان فرار امکان داره خود شعبان نداشته باشه، امکان داره شعبان نداشته باشه، و من به هیچ عمر نمیخوام شعبان بدید تایید و تکذیب کنه. نمیخوام بعد از 80 خورده سال بیاد ایشون تکذیب بتا، ولی به شما خبر میدم و درست هم هست عزیزان من. خیلی از چیزا رو اونا خودشون نمیتونن بگن، نمیتونن بگن، در جایگاه قرار گرفتن که یهو نمیتونی بیاد همه چیز خراب کنه که. البته اگه بکنه که واقعا چکرش که مخلصش، اگه بکنه یه چی بقول یارو گفت اگه بشه چی میشه خدا، ولی توقع ندارم من. ولی من به شما میگم این واقعیت کاری که شعبانو فرای پهلوی توی سالها کرده همش در راستای ایران 7000 ساله بوده، ایران متمدن بوده. ولی میدونه از دارم خیلی میان زنگ میزنن شعبانو این سیاوش آبستو اینو گفت، شعبانو از این کار زیاد شده. حالا اینم به شما بگم، آدم های زرنگ باهوش فرهیخته فهمیده میدونن چی چیه کی کیه، تو بی خود خود اطلاعاتی بدبخت مچل خودت کردی. یکی از مدیران وزارت اطلاعات مدتی است که پناهنده شده به خارج، بعدن که اومد ایران اینجا پناهنده شده اینا دیدیم توی پناهندگیش گفته بوده که یکی از مسئولیت‌های ایشون میز سیاوش اوستا بوده. یعنی توی وزارت اطلاعات میدونید هر کسی میز داره، آدم داره، یعنی هر چی اطلاعات در مورد من در میاره میره پی دستی این میده تو کامپیوتر، هر چی در مورد من میاره این مسئول من بوده. یعنی از تمام جیت و پیک ما خبر داشته، وزارت اطلاعات خبر داشته. این نوشته، این گفته، یه کتاب داره روی قضیه می‌نویسه، خودش خودران کتاب می‌نویسه، پناهندگیش هم گرفت، چون اطلاعاتی هم که داده بود چک کردن اون دولت مطبوعش. یادتون نره شما میای خارج میگی من اطلاعاتی بودم، من فلان بودم، اینا چک میکنن چون با خود جمهوری اسلامی در تماسن، از اون نیرو دارن، نیرو دارن. اکثر بچه‌ای که تو سفارت‌ها اینا کار می‌کنن اینا توش جاسوس می‌گیرن دارن، خیلی از بچه‌ها می‌دونن من چی میگم، همه چیز رو دارن. یعنی تو بیا بگی من اطلاعاتی بودم، من بسیجی بودم، اینو تو سری در میارن که تو راست میگی دروغ میگی، اینو میدونن اینا. یه یاد تو برای میگه خیلی از پرندگی رد میکنن، آها میگن یارو داره دروغ میگه. اما این بابا رو چون با ما هم تماس میگیره، وقتی طرف اسم ما رو میاره مثلا در امریکا، در سوئیس، همینجا، جای دیگه، بعد من همیشه خواستم کتما بنویسم، به من گفتن که آقا خانم فلانی اومده گفته با شما کار میکرده، این درست یانه؟ من میگم بله، چند تا اسم میدم بهتون. خانواده سرکار خانم لیلا فروهر وقتی رفتن اونجا به من گفتن بله، برای من کار میکردن، در کلابی ما داشتیم، کتاب فروشی داشتیم، فریبای عزیزم اینا کار خیلی خوب در تشکیلات بیزنس فرانسوی ما کار میکرد، فرنگیز خانم امضا کردم من. خانم عباس پهلوان عزیزم، درود دارم به عباس پهلوان، به عسل عزیزم چه برنامه خوب میسازه. خانم عباس پهلوان ناید خانم در انجمن ما افتخاری کار میکردن، سالها خیلی خدمت کردم ازشون، روان شاد سپاسگزارم استاد عباس پهلوان، از من استعلام کردن، خواستن که ایشون اینا اسم داده با شما کار میکردیم، گفتم بله ایشون با ما کار میکرده. حالا اطلاعاتی هم که میاد یک سری اطلاعاتی میده از خود جمهوری اسلامی، من اینو میپرسن آدم برن یا بعد من. حالا بابای آقای اطلاعاتی اطلاعات زیادی داده از جمله در مورد سیاوش اوستا، چون میزش بود و کتابش هم نوشته چاپ میکنه به زودی منتشر میشه به چند زبان. اینه میگه یکی از کاری که ما همیشه علیه تو میکردیم سیاد، میگه کار زیاد کردیم، میگه رفتیم جلو شانزلیزه شو برای خیابون در رقابتش بیزنس زدیم، بیزنس ما شکست خورد، تو خانه ایران رو منظورشه، چه کردیم اونجا، رفتیم چه شد اونجا، همین میگه. با اینا مهر اهورامزدا خداوند بزرگ بوده با من، میگه یکی از کاری که ما میکردیم بود که آقا ما دنبالی بودیم که یک کسی خودشو به تو بچسبونه، یک کسی از تو تعریفی تمجید بکنه، هر کی باشه، ما با تلفن، با ایمیل، بعدن که دیگه ایمیل اینا اومده بود با تلگرام با فلان، با فوری تماس میگرفتیم آقا تو از اوستا تعریف کردی، بعد میدیدیم یارو چه فکری داره، نسبت به فکرش علیه تو حرف میزدیم.
اگه احساس میکردیم یارو یک 2-3% مجاهد خلقه، گفتیم بابا این که ضد مجاهدین خلقه، این روزنامه مجاهدین خلقه تو فرانسه بسته، این حالا دروغ هم میذاشون. تو نمیدونی تو یارو هم که هواداره با آقای مهدی عبشم چی رهبر سازمان، که اینا که در تماسی سنگ بزنه آقای مهدی عبشم چی سلام قربان راست میگن اینا، نه تحریک میشد میومد دو تا مطلب برای ما مینوشت یا فلان میگه، یا مثلا دوستان نزدیک من مسعود سپند چکام سرای بزرگ درود دارم بهش، یارو بهش زنگ میزنه، حالا مسعود سورپرایز میشه که چجور من اینا رو میدونم، خب تو گزارش هم یه باباست، وزارت اطلاعات به یکی از ماموراش میگه در پاییز زنگ بزن به مسعود سپند این برنامه تلویزیونی رفته و سیاوش اوستا اسمو برده اینا، زنگ میگه آقای سپند این حسن عباسی میگه نمیدونی سیاوش اوستا تو تهران رفته اصلا ایران حسن این فلانه، میگه بابا برو گم شو یارا برو گم شو، من به طرف ما 7000 سال سیاوش اوستا رو میشناسم، اون که میگم تو تهران حسن عباسی و یکی دیگه از برو گم شو برو، از اینا زیاد بوده ایمیل زدن فلان فلان که ما رو به اصطلاح جلو یاران و کسانی که دوستمون دارن خراب کنن، این کار تا حالا نمیدامه داره، مثلا وقتی من اومدم گفتم شاهزاده رضا پهلوی تو کجا میدونستی که داشت خودکشی کرده چند ساعت بعد اعلام میدادی یه لمه برداشتن، آقا همون در اطراف خوب تو اطراف اینا خیلی اطلاعاتی بودن همینا رضا پهلوی بیرون کرد، شما ببینید توی 40 سال 50 نفر مسئول دفتر رو نزدیک بودن و گروه های بودن که با رضا پهلوی کار میکردن، همه رضا پهلوی الان بیرون کرده چون اکثر اینا اطلاعاتی بودن، یارو حالا بدونی که صحبت های منو گوش کنه، آخه ما 7000 تا ویدیو داریم روی اینترنت، کی میتونه بری 7000 تا رو گوش کنه ببینه ما در مورد اینکه چی گفتیم، بی یارو اعتماد میکنه که نوکرشه، بی یارو اعتماد میکنه که آفتور میاره دم در، بی یارو اعتماد میکنه که در ماشین برای شما میکنه، میگه که آقا ای اومد گفت تو داداش تو کشتی، گفت رضا پهلوی علی رضا پهلوی کشت، بعد خودش میگه بابا من گوش کردم که دیدم داره میگه ما دور بودم چندین هزار کیلومتر مدت هم نایدونش، همونجا رو رونش میکنه رضا پهلوی، اینه که این مواردی طوری هست علیه سیاوش اوستا، شما باید بهوش باشید، من میدونم هر کاری که میکنم یه باطل، آقا با ایمیل با ایمیل بر 1000 نفر یه موقع دسترسی به ایمیل های هم دارن تو جاسوسی، برای همه ایمیل آقا سیاوش اوستا شنیدید فلان کاری کرده، نسبت به سلیقه و ذوق خود او ها، یعنی اگه ملیگراست آقا دیدی مصدق رو گفته، خود مصدق مامور انگلیس ها بوده سیاوش اوستا گفته، آره یاری که نمیره به کلوب ما چی بود ملیگرم خواهم زد، ولی انسان های دانشمند اندیشمند خودشون شعور دارن، آقا تبرزدی رو من تو دنیا لانسه کردم، خودش هم داره میگه الان هم داره مثل شیر مبارزه میکنه، میان یه جایی یه چیزی رو مینویسه میگه تبرزدی میگه اونی این باشه، خب تبرزدی که میدونه چی به چیه احمقا، شما اطلاعاتی هایی که اصلا یارو اومده اسم اینا رو رئیس سازمان امنیت فرانسه آقای ایو بونی میگن مجاهدین خلق نوشته، یا خودش رفیق من میشناسن ایو بونی رئیس سازمان اطلاعات و جاسوسی فرانسه است بوده، لیست داده نوکر جمهوری اسلامی، میبینم آقا همه اینا الان این ور اون ور هر جا یک خبر میشه اونجا حضور داره، خب معلوم که ابله نیستن، معلوم زرنگ هست ملت ایران زرنگه، حالا من میدونم با این مواردی که من مطرح میکنم این توطئه‌ای که مدیر وزارت اطلاعات داره میگه علیه من توی سالا کردن دنبال میکنم، به بهترین رفیق من زنگ میزنن که آقا شنیدی این با خواهر پسرموی تو رابطه داره، دروغ، من خوشبختانه با مهر یزدان پاک از بچگی تا الان نقطه ضعفی کسی نتونسته از ما بگه، اگه ما میگرفت دشمن به هر چیزی بزرگش میکرد که بتونه علیه ما بزنه، کسی که من در میدان نبرد و مبارزه هرگز به دشمنان ایران رحم نکردم هر کس که بوده، آقا میومدن تو دفتر ما شانزلیزه یارو ما اصلا نمیشناختیم نمیدونستیم که میبینیم یک دسته گل گنده دستش گرفته، حالا اون نمیدونست که من تو دفتر کناری هم با دوربین دارم یه رو میبینم، نمیدونستن اینا، میومد خانم به خواهر من حالتون خوبه سرخم داداش نیستن؟ نه نیستن، این گل خدمت شما خانم، چون خیلی حالا گل مثلا برای من بود من نیستم حیفش دیگه دستش، خانم این گل برای شما، شما چقدر خانم چقدر گلین، بابا هر روز که شما اینجا کار میکنین تعطیلات میداد داشت میگه شما تعطیلات بده برای تعطیلات بکنین بفهم کن بعد که آقا خواهر آدم علیه آدم بکنه، بعد من یه بار که این یارو میمدن این تیپا یه بار اومدم ببینم گفتم مرخصی بنده دست ایشونه، جیب بنده دست ایشون، رئیس ایشون اگه تو نمیدونه ابله و خودش میدونه،
آنو آقای دکتر سلام، قربان آقای دکتر. رد میشدیم از اینجا شانزلیزه، گفتم بیام دستبوس شما، گفتم باز خراب کردی، باز خراب کردی، تو رد میشدی اومدی پیش من یا مخصوص من از خونت اومدی بیرون. آنو آنو ببخشید، گفتم دیدی حرف زدنم بلد نیستی، آدم دروغگو در تله میفته. یعنی شیطنت های اینا به حدی بوده که میخواستن، مثل اینکه من سایت ها رو میگم دستکاری میکنم، مثلا طرف بیکار دانشجو بدبخت مون شب نداره بخوره، ما بهش کار دادیم، امکانات دادیم، اومده تو دفتر تشکیلات ما کار میکنه. و میدونید که ما نخستین کسی هستیم که در فرانسه سیبر کافه رو انداختیم، نخستین آموزش اینترنت میدادم به خیلی از اینه که الان دنیا هستن ایرونی ها. من تلفنی بهشون اینترنت یاد دادم، براشون ایمیل با کردم، چون توی زمین من پیشتاز بودم. یارو میومد اولا اینترنت ما 10-20-30 تا کامپیوتر بود، همه میمادن آزاد استفاده میکردن، بیا سیاهی، بیا عربی، بیا فرانسوی، توی کلیدش یه چیز میذاشتن، میگفتن آقای برو شانزلیزه در سیبر کافه از اونجا، اینو بیا آدرس ایمیل بفرست، این میومد اینو بیا آدرس ایمیل میفرستاد، آی پی ما میافتاد، فوش خوار مادر مثلا دادود به فلانی، فوش خوار مادر دادود دیگر رفقای ما. این کار اطلاعاتی، نه همه یارو نوشته مدیره.